سرخط مهمترین خبرها، اعتراض زنان در کابل بار دیگر از سوی طالبان مختل شد. بازداشت قماندان امنیه پیشین ولسوالی غورک قندهار از سوی طالبان. دیسانت کماندوهای جبهه مقاومت ملی از تاجکستان به پنجشیر. ورود نیروهای تازه نفس فوج طالبان. درود و سلام عزیزانی را که همگنون کانال ما را بیننده هستین. مشروع خبرها. بازداشت قماندان امنیه پیشین ولسوالی غورک قندهار از سوی طالبان. منابع محلی از ولایت قندهار به روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان قماندان امنیه پیشین ولسوالی غورک این ولایت را بازداشت کردند. یک منبع معتبر محلی در ولایت قندهار روز یکشنبه 8 جوزا به روزنامه 8 صبح میگوید که فرد بازداشت شده پاچا نام دارد و از دو روز به این سو توسط طالبان بازداشت شده و تا هنوز از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. پاچا در حکومت پیشین قماندان امنیه ولسوالی غورک ناآرام قندهار بود. پس از تسلط بر افغانستان صدها مورد بازداشت، شکنجه و قبل نیروهای امنیت پیشین به سر رسیده است. در همین حال اعتراض زنان در کابل بار دیگر از سوی طالبان مختل شد. 8 جوزا 1401 8 صبح کابل. شماری از زنان در اعتراض به بسته ماندن مکاتب دخترانه در کشور بار دیگر به جاده های کابل برآمدند. این اعتراض ها اما با خشونت از سوی نیروهای امارت اسلامی طالبان متوقف شد. زنان معترض روز یکشنبه 8 جوزا در پیوند به گسترش روز افزون فقر و بیکاری و بسته ماندن مکاتب دخترانه در چهارای صدارت از مربوطات حوزه دوم امنیتی کابل گرد همای اعتراضی برپا کردند. معترضان میگویند که لمیدگان بر کرسی های مدیریت کشور به جای اینکه به فکر حل مشکلات مردم و چاره جویی برای رفع فقر و بیکاری باشند، تمام توانشان را برای ایجاد محدودیت در برابر زنان و دخالت در خصوصی ترین امور شهروندان به کار میبرند. اما به گفته منابع محلی اعتراض زنان از سوی طالبان سرکوب شده است. با این حال خواست عمده معترضان از جهان فشار بر طالبان برای به رسمیت شناختن حقوق زنان و تلاش برای کاهش فقر و بیکاری بوده است. سرکوب اعتراض زنان از سوی طالبان بی پیشین است. طالبان پیش از این نیز اعتراض زنان در کابل و دیگر شهرهای کشور را مختل کرده بود. همچنان این در حالی است که نشست امنیتی تاجکستان و بیعت القاعده با طالبان. آیا افغانستان آبستن حوادث جدید است؟ 8 جوزا 1401 امین کاوه. بعد از فروپاشی نظام دو قطبی، ساختار نوین نظام بین المللی و سیستم های منطقه‌ای دچار تحول و تغییرات اساسی شد. برخی از نظریه ها پردازان علوم سیاسی معتقد بودند که در این تحول جایگاه تعهدات از کشورها در سیستم های منطقه‌ای به صورت نامشخصی تداوم می‌یابد، به گونه ای که برخی از کشورها را نمی‌توان شامل هیچ منطقه خاصی دانست. در این میان افغانستان به دلیل موقعیت ژیو استراتژیک و ژیوپلیتیک ویژه خود زیر مجموعه چندین سیستم منطقه‌ای قرار گرفته است. با گفته پژوهشگران امور بین المللی، افغانستان در محل تلافی چند منطقه‌ای قرار دارد. شمار آن را شامل سیستم منطقه‌ای جنوب آسیا می دانند و عده دیگر در سیستم خاورمیانه و آسیای مرکزی جا دادند. اما نقطه مشترک همه این دیدگاه ها این است که افغانستان با توجه به معلفه های مجموعه امنیتی منطقه‌ای شامل هیچ یکی از این مناطق نخواهد شد. با این حال تغییراتی که در منطقه در حال پدیدار شدن است، پیوستن افغانستان به سیستم امنیتی خاورمیانه را در قرین به واقعیت می‌بیند. باری بوزان از نظریه پردازان مطرح سیاست بین المللی که نخستین بار مجموعه امنیتی منطقه‌ای را در ادبیات روابط بین المللی مطرح کرد، معتقد است که مجموعه امنیتی شامل گروهی از کشورها می شود که دغدغه امنیت آن کشورها را با هم نزدیک ساخته است.
طوری که مسائل امنیتی آنها نتواند جدا از یک دیگر مطرح بحث قرار گیرد و در تقسیم بندی سیستم های امنیتی کشورهایی را که به بحث مجموعه تعلق ندارد عایق نامیده است. بوزان در تحریف خود از کشورهای عایق افغانستان را به عنوان نمونه ذکر می کند. به عقیده او افغانستان پیش از آن که عامل نزدیکی زیر سیستم های متجاور به یک دیگر باشد مجموعات جدای آن را فراهم کرده است. در همین حال صابر امیری در صفحه رسمی تویتر خود می نگارد سیگار بازرس اطلاعات دفاعی ایالات متحده آمریکا معلومات تازه به ما نشان می دهد که انتقال کماندوها از کمپ نظامی تاجیکستان به پنجشیر به شدت روان است. در همین حال در پست دیگر می نگارد طالبان تحت رهبری ملا برادر، ملا محمد یعقوب، فسیح الدین، مولوی امان الدین و ملا فاضل مظلوم و ده ها فرمانده برترشان در پنجشیر عملیات را بالای قرارگاه های جبهه مقاومت ملی از چندین استقامت آغاز کردند. به کمک خداوند تا هنوز چندین حمله این طالبان به شکست مواجه شده است. چیروز آل در شفاخانه امرجنسی پنجشیر است. در همین حال آماج نیوز در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می دهد 8 جوزا یک ساعت پیش تازه کاروان دیگری از طالبان جنوب وارد پنجشیر شدند. منابع محلی در ولایت پنجشیر به آماج نیوز می گویند که لحظات پیش یک کاروان بزرگ نظامی دیگر از جنگجویان نیروهای طالبان جنوب وارد این ولایت شدند. طالبان تا کنون هزاران جنگجو به ولایت پنجشیر فرستادند اما موقعیتی در این جنگ نداشتند. آماج نیوز دوستی خانوادگی شماری از اعضای شورای کویته طالبان قندهاری با القاعده و اختلافات آنان با شورای میرانشی شبکه حقانی معاصره شدن ملا یعقوب در ننگرهار اختلافات گروه طالبان و حضور پیهم رهبران این گروه در پنجشیر و سفرهای پنهانی آنان به بدخشان همه بیانگر یک تحول جدید و دخیل شدن افغانستان در فاز منطقه دیگر است. هرچند پاکستان به عنوان بازیگر مهم و حامی سرسخت می باشد. تشکر از اینکه تا کنون کانال ما را بیننده بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقاتی خوش داشته باشین. تا درود دیگر بدرود. کانال ما را دنبال نمایید.